خنده ها رو دوست دارم بچسبم به خودم. آها چسبیدی الان، خب چسبیدی به یه هنرمند. مثلا من الان میخوام خواننده بشم در آینده. بله شما که از شما هم یه صدای همه خواننده ها رو در یک حنجره تقلید میکنید دیگه. اون میتونه. آقای اخشابی چی میشتم الان شما؟ اکثر اخ مهتاب. به به. بله. با اون شعرهای زیبایی که همیشه دارید شما با اون کار. بله این شعر اتفاقا از بشنویم لذت ببرید. آقای فاضل نظری است. فکر میکنم عزیزان خوششون بیاد. متشکرم. خوش سلام. متشکرم. بیقرار تو هم و در دل تنگم گله ها، بیقرار تو هم و در دل تنگم گله ها. آه بیتاب شدن عادت کم حاصله هاست، آه بیتاب شدن عادت کم حاصله هاست. مثل عکس رخ مهتاب که افتاده برام، در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست. مثل عکس رخ مهتاب که افتاده برات، در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست. آسمان با قفس تن چه فرقی دارد؟ آسمان با قفس تن چه فرقی دارد؟ بال وقتی قفس پر زدن چلچله هاست، بال وقتی قفس پر زدن چلچله هاست. بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است، مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست. بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است، مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست. سمت هست مسئله دوری و عشق، و سکوت تو جواب همه مسئله هاست، و سکوت تو جواب همه مسئله هاست. عکس رخ مهتاب که افتاده برام، در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست. مثل عکس رخ مهتاب که افتاده برام، در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست. مثل همیشه کیف کردین آقا، خیلی باحال بود. بابا شما متشکرم، مرسی. دم شما گرم و سر شما خوش. ممنونم. سرش که سفید شده دیگه، البته شاید هم به خاطر نشان از تجربه زیاد تو این کار. بله چون یکی از شما نوازندگان چیره دست سنتور هم هستن آقای اخشابی، که اکثر کارا هم خودشون میسازن، ولی تنظیماشو خیلی ها رو مجید انجام داده. نه مجید رضازاده و یه سری دوستا کار رو که شنیدن عزیزان، آقای حمید اکبرزاده انجام دادن، ولی جناب آقای مجید رضازاده هم از هنرمندانی بودن که باشون خیلی کار کردن، خیلی کار کردن کشیدن. محله بنده نوازم کار مجید؟ نه. نه اون نه، ولی قطعاتی مثلا ماه در اومد یا سه چهار تا قطعه دیگه، یه کار قشنگ دیگه هم فکر کنم خاطرم نیست آقای مجید قرار بخونن تحت عنوان محله شنگول نواز، که ببخشید من اینو به خاطر شنگول بودنشون اونجا
بله الان نامه دادن که الان برای ما 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 نفری که برنده شدن، برنده هر کدوم یک دستگاه دوچرخه شدن رو برای ما فرستادن. ببینید آقای علیرضا دهقانزاده اولین نفره که شمارش 150 بود، شما گفتید کد پیگیریشون 28119، شماره تماسشون هم 93511 آخرش 410. آقای ایوب زرینی شماره 200 بوده، 911 ببخشید 71 سه شماره آخر 355، کد پیگیریشون 80270. آقای مرتضی سالکی 09164 سه شماره آخر 921، کد پیگیریشون 72140. سرکار خانم صدیقه انجام شعا 913-04 سه شماره آخر 326، کد رهگیریشون یا کد پیگیریشون 4023. جناب آقای سجاد انگوران 09136 سه شماره آخر 102، کد پیگیریشون 5920. خانم تبارکه رجبی 09164 سه شماره آخر 019، کد پیگیریشون 98232. خانم زهرا گودرزی 09316 12 سه شماره آخر 889، کد پیگیریشون 17766. آقای محسن خرم‌نژاد 912-41 سه شماره آخر 230، کد پیگیریشون 70175. خانم ستاره کاظمی 09102-0 سه شماره آخر 238، کد پیگیریشون 23284. آقای حسین سلیمی هم 09190-04 سه شماره آخر 181، کد پیگیریشون 59568. از سایه دارن با این 10 نفر از دوستان ما تماس میگیرن. حاجی عبداللهی که بگو دوچرخه، بگو دوچرخه، خیلی قدیمی ها، دوچرخه دوچرخه. این میز گرد چرا نمیچرخه؟ الان با این که گرده ردیف میکنیم دوستان زیرش. نه موتور داشته قبلا. آقا چقدر تا پایان وقت داریم؟ 5 دقیقه وقت داریم. کار آقای اخشابی چند دقیقه است؟ 3 دقیقه و خورده ای. یه کار 3 دقیقه‌ای و شیک برام ان شاءالله زنده باش. اینا رو دوستان هم زیرنویس میکنن پایین صفحه تلویزیونتون، هم الان دارن باهاشون تماس میگیرن، با همشون ارتباط بگیرن. آقای اخشابی چه کاری شما میشنوین؟ جشن ایرانی. جشن ایرانی که دیروز هم یکی از بزرگترین جشن‌های ایرانی برگزار شد. میشنویم و لذت میبریم. مرسی، متشکرم. زندگی باز است، اینجا همیشه وقت آغاز است، در آسمان روشن آبی پرواز کن، هنگام پرواز است، پرواز کن، هنگام پرواز است. فصل بهار و جشن ایرانی است، امروز و فردامان چراغانی است، در همسایه ها هنگام مهمانیست، همسایه ها هنگام مهمانیست، در آوج ماندن آرزوی ماست، سر زندگی در جستجوی ماست، یک بار دیگر فرصت آواز فردا پیش روی ماست، فردای روشن پیش روی ماست،
فردا و امیدم، تو معنی فردا و امیدی، من عاشقان دوستت دارم. خیلی متشکرم. آقا خوندم. جسارتاً ما یک دقیقه و نیم وقت داریم فقط. من اعلام کنم خدمت دوستان، این ده نفری که من اعلام کردم اسمشون رو، کسانی هستند که ده دستگاه دوچرخه رو از آن خودشون کردن، کسانی بودن که در مسابقه عکس سلفی با پرچم کشورمون که ما در برج آزادی برنامه‌اش اجرا می‌کردیم فرستادن به سایت مخاطبان شبکه تهران. این اسامی دوباره با کد پیگیری‌هاشون و شماره‌هاشون در برنامه سلام تهران شنبه هم خونده خواهد شد. تک تک باهاشون تماس می‌گیرن، جایزه به دستشون میرسه. نگران نباشید و عرضم به حضورتون که ادامه بدیم برنامه رو بینندگان اگه خواستن. نه تا نه. صبح میگن که 10553 هم بفرسن. آفرین بر ملت فجر آفرین. مصرع بعدیش هم باز پیامک کنن به همین 10553، اونم تو سلام تهران به سلیقه خودشون برای کشی شرکت داده میشه. بله آقای اخشو بفرمایید قربان. خیلی خوشحال شدم ان شاء الله. ما هم لذت بردیم. سرندش کی بود؟ اتفاقا الان داشتم میامدم داشتم فکر میکردم این عزیزی هستن که یک بار با هم کار کردیم. اتفاقا از دوستان آقای بهروز تشکر هستن ولی خاطرم نیست ایشون که میدونید تا قبل از دهه 5 هم بستری بود بیمارستان رفته بود شوخی ندارن میگیرن میگفته بود زبانتون رو وارد کنید زبونش کرده بود تابر کن برق گرفت شده یه هفته بسن خداحافظ 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 تو توی دستای من اگه هم صدایی اگه هم دلی چه روزای خوبی